بچه‌ها چطوری و خوش اومدید به آموزش دیگه از آموزش های بازی‌سازی با یونیتی. تو این ویدیو می‌خوایم بریم و منوی تغییر کاراکترمون رو کامل‌تر بکنیم. یعنی می‌خوایم کاری بکنیم که بتونیم رنگ سر یا همون هد و رنگ بادی یعنی همون بدن کاراکترمون رو تغییر بدیم رنگشون رو. پس اگه می‌خواد بدیم که چجوری می‌تونیم کارو بکنیم حتما حتما تا آخر این ویدیو با ما همراه باشید. و البته یادتون که حتما حتما برای حمایت از من این ویدیو رو لایک بکنید و کانال رو سابسکرایب بکنید و دکمه زنگوله هم بزنید و اگر هم نظری داشتید داخل کامنت ها بنویسید خب با تشکر از سریع بریم داخل ویدیو اول از همه این پروژه بود که ما قبلا توی قسمت قبلی بانده ساخته بودیم و من میام اینجا اول از همه قسمت مین کمره و این بک رو رنگش عوض می‌کنم چون بک آ... آبی خیلی خوشگل نبود برام سفیدش می‌کنم البته شما میتونید این کارو نکنید این برای پروژه من نمی‌تونید بک گراند بازی تونه بذارید هر چیزی که هست من فعلا می‌ذارم رو سفید و اینجا پنل رنگایی که ساختیم و قراره بهشون یه کلاس بدیم که بدونن چه رنگی هن و قراره چه چیزی رو تغییر بدن همین میان هم قسمت اسکریت و یه دونه کلاس می‌سازیم و اسمش رو باکس کالر اینا خودشون یه باکسن که داخلشون رنگ هست دیگه اسمش رو می‌ذاریم باکس کالر می‌میون داخلش و بین دو تا متد فعلا احتیاجی نداریم اصلا به متدی احتیاج نداریم چون فقط قراره بدونن که چیا دارن دیگه چیا دارن یه رنگ دارن پس میشه پابلیک کلور اسمش میتونیم می‌تونیم بذاریم چون رنگ واسمون میشه مای کلور اسمش رو می‌ذاریم مایک این رنگ رو و بعدش هم به چیزی احتیاج ندارم به اینکه بدونن چه چیزی رو قراره تغییر بدن که داخل یک استرینگ این رو بنویسیم یه استرینگ هم میذاریم و داخلش می‌نویسیم آی چنج یعنی اسمش رو میذاریم آی چنج یعنی من تغییر میدهم حالا هر چیزی که داخل اون استرینگ نوشته میشه و به این دو تا نیم اسپیس بالا هم که احتیاجی نداریم رو هم پاک میکنیم و همین الان این کدوم تکمیل شد و اینا میدونن که چه رنگی دارن و قرار چه چیزی رو تغییر بدن همه رو سلکت و این باکس کالر رو بهشون اسائن میکنیم. و بعدش همه رو همونجوری که سلکت کردید میایید میذارید روی این رنگ و قسمت آ که اپاسیتی هست رو تا 255 پر میکنید که قشنگ رنگ بده یعنی خالی نمونه و بعدش دوباره همه رو سلکت میکنید و این قسمت آی چنج چون قراره همشون هد رو تغییر بدن میشید هد یعنی همون سر چون همشون قراره رنگ هد رو تغییر بدن میزنید هد و حالا دونه دونه رنگشون رو تغییر میدید اینجا قرمز هست میام این پایین روی این قطعه چکون میزنم و دقیقا میام همین قرمزی که رو خودش هست رو سلیکت میکنم این قطعه چکون میزنید بعد میاد روی خود آبی و دوباره کلیک میکنید به همین دقیقا رنگی که خودشون دارن رو بهشون میدین که یه وقت رنگا متفاوت نشه و هر چند تا رنگ دیگه ای که دارید همشون هم که قرار هد رو تغییر بدن و حالا قرار یه کلاسی درست کنیم که بتونه این رنگا رو بده به همون هد و رنگ هد رو عوض بکنه بر هم یه دونه اسکریپت می نویسم و چون چنج کالر هست مش رو به عنوان مثلا میذاریم چنجینگ کالر و چون فعلا واسه هد هست می نویسیم چنجینگ هد کالر اسمش رو میذارم چنجینگ کالر و میریم داخلش فعلا به این دو تا متد احتیاجی نداریم پاکشون میکنم به یه فیلد احتیاج داریم همون پنلی که قرار رنگا توش باشن پابلیک گیم آبجکت هد پنل یعنی همون پنلی که توش رنگا بودن دیگه چون قرار این پنل رو باز و بسته بکنیم برای همین اول یه متد براش می‌نویسیم پابلیک وید اوپن پنل باز میکنه همون پنل هدمون رو اوپن پنل وردی نداره فعلا و داخلش می‌نویسیم که همون هد پنلمون ست رو ترو بکن دیگه چون داره اوپن میشه ترو بکن ترو فارس خیلی راحت میتونیم امکان باز و بستش بکنیم حتی هد پنل ست اکتیوش رو باید چیز بکنیم ست اکتیوش رو نمیشتم اینجا میزنیم و داد ست اکتیوش رو ترو بکن خب بعدش هم که یه دونه کلوز نیازم دیگه همین رو کپی میکنم میرم پایینش اوپن رو میکنم کلوز کلوز پنل و اینم که باید فالس بشه پس این دو متد رو نوشتیم و با همون دکمان که داخل یونیتی حالا میدیم بعدا اینا رو روشن خاموش میکنیم و بعد از این نیاز داریم به چی به اینکه یه متد بنویسیم و یه فیلدای داشته باشیم که بتونیم رنگ هد رو تغییر بدیم رنگ هد کجاست داخل ایمیجشه یه دونه هد ایمیج هد اسپرایت و الان ایمیج رو نمیدونه باید بهش نیم اسپیسش رو بدیم میایم این بالا و نیم رو اونجا می‌ذاریم ایمیج رو نمیخونه میایم بالا اینجا یه دونه یوزینگ نویسم یه جدید و داخلش می‌نویسم یونیتی انجین یونیتی انجین دات یو آی خب این نیم هم پیش دادیم و الان ایمیج رو داریم حالا اسپرایت اصلی خود هد پلیرمون رو هم می‌خوایم برای همین دوباره می‌نویسم پابلیک اسپرایت رندرره همون کاراکترمون قسمت هدش و همین اسمش رو می‌ذارم هد اسپرایت هد اسپرایت و البته این با اون پایین یکی شد اینو میتونیم اسمش بذاریم هد ایمیج چون این ایمیج هست اسمش میتونیم هد ایمیج و اینم هد اسپرایت دو تا از اینا گرفتیم به خاطر اینکه ما وقتی رنگ هدمون رو تغییر میدیم بهتره اون ایمیجی هم که داخل کانواس هست اونم رنگش تغییر بکنه و یه متدی می نویسیم به اسم چنج کالر که بتونیم اون رنگا رو عوض بکنه ورودیش چیه ورودیش همین باکس کالری که داشتیم دیگه ورودیش میگیم باکس کالر و اسمش هم با من مثلا میذارم اینفو یا همون اینفورمیشن در اصل اطلاعات و داخلش میگیم که اگر حالا این اینفو ما اینفومون قسمت همون استرینگش که داده بودیم یعنی آی چنجش مساوی بود با هد مساوی با هد یعنی قرار بود که این باکس کالر هد رو تغییر بده همین اینفو می‌نویسیم. نویسیم قرار بود هد رو تغییر بده حالا بیا هد رو رنگش عوض بکن دیگه بیا اینجا می که همین هد سپرایتمون اسپرایت هدمون داد قسمت کلورش رو مساوی بکن با همون اینفو قسمت مای اینفو قسمت مای کلورش به همین راحتی اینجوری رنگش عوض میشه و یه دونه هد ایمیج داشتیم اینا هم میدیم همین کپی میکنم میذارم پایین فقط اینو میکنم هد ایمیج پس هد ایمیج مون قسمت کلورش رو مساوی میکن با اینفو دات مای کلور خب الان اگه رنگ قرمز رو بزنیم قراره قسمت هد و همین باکسی که اینجا هست دو تاشون رنگشون قرمز بشه اگه آبی بزنیم دو تاشون رنگشون آبی بشه در همین اینجا دو تاشو دادیم چون اگه یکیشون بشه و اون سفید باشه با اون خیلی زشت میشه که کله ما قرمز ولی اون باکسی هنوز سفید مونده خب کریت ام تی میکنم قرار این منیجر بزنیم که این کلاس رو بهش بدیم دیگه منیجر یا اون گیم منیجر حالا هست که خودتون اسمشون بذارید اینو بهش اسائن میکنم و اینجا هد پنل رو میخواد هد پنل رو داریم این پنل هست بهش اسائن میکنم هد اسپرایت که اسپرایت همون ابجکت اون هست یا همون پلیر اون هست اینو بهش اسائن میکنم و هد ایمیج که اینجا داریم همین هد کلر باتن هست اینم بهش اسائن میکنم الان همه رو بهش اسائن کردیم و الان میایم اینجا قسمت باتن همین هد باتنمون و یه دونه اضافه میکنیم اینجا منیجر رو بهش میدیم میایم قسمت چنجینگ هد کالر و قسمت اوپن پنل این رو می زنیم که اگر روی این دکمه زد اوپن بکنه و کراس همون هم دوره همین کار رو میکنیم منیجر رو بهش میدیم و این دفعه میدیم کلوز پنل چون قرار این کراسمون همون uh, رو ببندیم خب این هم که همشون درست بودن از این هم باید بهشون دکمه بدیم منیجر رو به این میدم قسمت فانکشن اینجا میان قسمت چنجین کالر چنجین کالر و الان همه اینا یه دونه باکس کالر میخوان که خودشون هستن برای همین دونه دونه انتخاب میکنیم و خودشون رو به همینجا اساین میکنیم دونه به دونه همینو اصلا میکنیم به خودشون چون همون باکرهای خودشون رو میخوان دیگه وقتی روشون کلیک میشه قرار رنگ خودشون رو به اون منیجر بدن خب الان درست شد با هم دیگه پلی میکنیم که یه بار ببینیم خب الان پنل واز هست و اگه من روز در بزنم بسته میشه درسته بزنم واز میشه اینم درست داره کار میکنه روی این قرمز بزنم رنگش قرمز میشه اینم درسته پس همه رن... کارمون داره درست کار میکنه و شما هر چند تا رنگ دیگه ای داشته باشید حالا اینجا کار میکنه من فعلا چهار تا رنگ گذاشتم خب حالا میریم سراغ بادی که بتونیم رنگ بادی مونم هم تغییر بدیم برای همین میام جای کریت امتی میکنم و اسمش رو با ما میتونیم بتونیم بذاریم هد فیلد فیلد هدمون هست کلا هر چیزی که به هد رپ داره همه اینا رو میندازیم داخل هد فیلدمون و از همین خیلی راحت میتونم کپی کنم تا قبلش جاشو درست میکنم قبلش میام داخل سین یه خورده عقب اینو یه خورده بیارم سمت راست و بالا یه خورده سمت چپ بهتره خب جاشو درست کردم و یه دونه ازش دوپلیکیت میکنم برای بادیمون به همین راحتی فقط اسمش رو تغییر میدم به بادی فیلد اسمش رو تغییر میدم به بادی فیلد و الان شد فیلد بادیمون باید اسمش هم عوض بکنیم این میشه بادی کلور باتن همه اینا رو اسمش رو خیلی راحت عوض میکنیم دیگه بادی کلور باتن این میشه بادی کلور تکست رنگ بادیمون قسمت تکستش بادی کلور تکست و داخل این پنل هم که اینا همه رنگه خب و الان اینا همه قسمت باتنشون درسته ولی باید اینا بادی رو تغییر بدن یعنی اگه بازم روی اینا کلیک کنیم اینا میان هد رو تغییر میدن و همین رو روی بادی آی چنج رو رو بادی که درست بشه و بعدش این تکست مون رو مرتبه بکنیم بادی این هم میکنیم بادی کلور و بعد بعد جای این فیلدمون رو درست کنیم رو خودش سلیت میکنم یک خود پایین پایین, پایین همین فیلد باشه داش خوبه و حالا بعد دوباره بعد کلاس درست کنیم و بنویزیم که اندفعه بر رنگ بادی رو تغییر بدیم این داخل همون کلاس چنجینگ هد کالر و اینجا از همه چیزمون دوپلیکیت می‌کنیم برای بادی هد پنل داشتیم یه دوپلیکیت می‌کنیم بادی پنل هید اسپرایت داشتیم یه دونه دوپلیکیت می‌کنیم بادی اسپرایت اسمش رو می‌ذاریم بادی اسپرایت و یه دونه هم ایمیج داشتیم که دوره همون رو دوپلیکیت می‌کنیم و اسمش رو می‌ذاریم بادی ایمیج این میشه بادی ایمیج و خب الان اینا از همشون دو تا داریم دوباره از همه ایفای که داریم دوباره دو تا بذاریم یه ایف دیگه هم پایینش می‌ذارم و میگم که اگر این فرم قسمت آی جی چش بود بادی بیا بادی اسپرایت ها رو تغییر بده دیگه نمی‌کنیم بادی اسپرایت رنگش رو تغییر بده و اینجا هم بادی ایمیج رنگش رو تغییر بده دیگه چون دیگه این فیلد مخصوص بادی هست و دوباره این پایین قسمت ست ها هم باید یه دونه برای بادی بذاریم اینم کپی میکنم میذارم پایین و اینو میکنم بادی پنل البته این هم یه بار کپی بکنیم اول این هم کپی میکنم و خب این قسمتش البته این هر... هر کدوم یه دونه ایف میخوان هم... همونطور که میدونین هر کدومش یه دونه ایف میخوان که اگر بادی بود بادی رو ترو کن اگر هد بود هد رو ترو کن نمیشه وقتی بزنیم هر دوتاشون با هم دیگه تورو بشن هر دوتاشون با هم دیگه بشن بر همین یه دونه ورودی استرینگ میگیریم که پنل نیم هست که چه پنلی رو میخوای تو بازی یا بسته بکنیم پنل نیم رو مساوی میکنیم یعنی داخل ایف که پنل نیم چیه هد بود اگر پنل نیم ما هد پنل بود اسمش همین ستکتیو هدمون رو میزنیم داخل این ستکتیو هد پنل رو تورو بکن. پس اینجا میاد هد پنلمون رو ترو میکنه و بعدش هم دوباره از همون ایف duplicate میکنم و اینجا میذارم بادی پنل یعنی یه پنلی که میخواهید تغییر بدید اسمش بادی پنله این دفعه بیا و بادی پنل رو ست اکتیویش ترو بکنه از همین کپی میکنم میذارم اینجا و فقط اینو میکنم فالس دیگه چون قراره داخل کلوز پنل متد کلوز پنل رو فالس بکنه و اینجا پنل این رو ورودیشو ندادیم اینم کپی میکنم و میذارم قسمت ورودی این متد خب این هم درست شد الان هر دوتا چوب هم دیگه باز میکنم از همه چی یه بار دوپلیکیت کردیم دیگه چون یه دونه بادی بهش اضافه شد و خب الان الان هد باتنمون اینش میسینگ شده میریم اینجا و میام قسمت اوپن پنل یه استرینگ بخواد چه پنلی پنل هد پنل دیگه چون قرار این هد پنل رو باز بکنیم چون هد پنل و دوباره میام قسمت بادی همین بادی پاتنش دوباره هم میسینگ شده اینا میگیم اوپن و این قرار بادی رو باز بکنه و اسمش میشه میذاریم بادی پنل چیزی که قرار باز بکنه پنلی که قرار باز بکنه بادی پنل هست اینجا میسیم بادی پنل و بعد هم کراس هست که قرار چه چیزی رو ببنده دوباره هم باید بهش بدیم این قسمت کلوز پنل و اینجا میگیم که قرار بادی پنل رو ببنده چون کراس بادی مون هست بادی پنل و کراس هدمون رو هم درست بکنیم هم قسمت هد اینجا پنل و کراس هم میکنم اینم بهش میدم Close پنل و اینجا هم که میدیم هد چون قرار هد رو تعریف بده هد پنل رو اینجا بهش میدیم خب الان اینا درست شد و یه دور با هم دیگه تست بکنیم خب الان من دوباره هر دو تا پنل باز هست کراس رو که بزنم بسته میشه البته خب کراس این پایینی کار نمیکنه آها اینجا اینا رو اسائن نکردیم بله اینا رو اسائن نکردیم بادی پنل رو بهش اسائن میکنیم پنل بادی رو بهش اسائن میکنیم بعدش هم که بادی اسپرایت هست اینم بهش اسائن میکنیم و بعدش هم که بادی ایمیج هست و اینم بهش اسائن میکنیم خب الان این رو اسائن کردیم خب یک بار دیگه پلی می کنیم الان این پنل ها رو باید ببندیم که اول خاموش باشن این پنل ها رو من سیدکتیوشون فالس می کنم چون از همون اول باید پنل ها خاموش باشن بعد ما دکمه رو بزنیم و ترو بشن خب پلی می کنم و خب الان من روی هد کالر زنم باز میشه رنگش رو تغییر میدم درسته بعد روی قرمز هم میتونیم اینو میبندم و بادی کالر چی بادی کالر رو که میزنم فیلد پنل هد کالر باز میشه خب در هم برعکس شد یعنی اینو که میزنم اون یکی باز میشه خب این اینجا که بادی پنله آها اینجا به دو... هر دوتاشون دادیم هد پنل خب اینا رو باید بکنیم بادی پنل اون بالایی هد پنل پایینی باید بادی پنل باشه دیگه اینا اشتباه نشد اینم بادی پنل البته با بی کوچیک باید باشه اینو می‌ذاریم بی کوچیک بی کوچیک خب الان دیگه باید درست کار بکنه دوباره میایم اینجا پلی می‌کنیم امیدوارم که این درست کار بکنه خب الان داره روی میزنم درسته اینا میزنم درسته زب دراشون هم درست کار میکنن و رنگاشون هم که درسته و بله خب کاملا دیگه داره درست کار میکنه و بادی کالر و هد کالرمون رو عوض بکنیم و رنگ بدن یا سرمون رو عوض بکنیم و بعد از این این کلاسی که اینجا ساختیم اسمش چنجینگ هد کالر بود و در صورتی که این کلاس داره هر دو تاشون رو منیج میکنه و هر دو تاشون رو عوض میکنه و من اسمش رو عوض میکنم به چنجینگ کالر چون هر دو تاشون رو داره عوض میکنه دیگه از همین چنجین کالری که اینجا عوض کردیم کپی میگیرم و بعد از اینکه لود شد دوباره روی این میریم داخل کلاسش و این بالا این چنجینگ هد کالر هم تغییر میدیم به چنجینگ کالر چون با هر دو هم باشن سیو میکنیم و الان دیگه درست شد دیگه چون فقط مخصوص هد نبود برای همین چنجینگ کالر زدم اسمش که هم هد باشه هم بادی خب این ویدیو رو با هم دیدید و امیدوارم که ازش استفاده از کرده باشید توی این ویدیو یاد گرفتیم که یه منوی بسازیم که داخلش بتونیم رنگ کله یا اون بدن کارکترمون رو عوض بکنیم و اگر تو دیگه بدونید چه جوری میتونیم توفنگاش رو عوض بکنیم نوع چشم رو عوض بکنیم نوع دهان و خیلی چیزای دیگه حتما حتما تا آخر این سری ویدیو با ما همراه باشید و یادتون نره که حتما, حتما کانال ما رو سابسکرایب کنید دکمه زنگوله کنارش هم بزنید و این ویدیو رو لایک کنید و اگر هم نظری داشتید حتما داخل, داخل کامنت بنویسید خب تا ویدیو بعدی خدا نگهدار